قطعنامه فوری پارلمان انگلستان درباره تضمین حفاظت مجاهدان اشرفی در لیبرتی با حمایت بیش از 100 نماینده از تمامی احزاب. فراخوان قطعنامه پارلمانی به دولت بریتانیا برای استفاده از نفوذ خود به عنوان عضو دائمی شورای امنیت برای تأمین امنیت و رفاه ساکنان لیبرتی تا فرجام نهایی. اسماعیل قاضی نماینده پارلمان عراق: محکومیت محاصره ضد انسانی علیه اشرفی ها در لیبرتی. انتخابات عراق: بیانیه شیخ رافع رفایی مفتی دیار عراق: هر تجمعی که در آن ندادن فرصت دور سوم نخست وزیری به مالکی اعلام نشود یک تجمع مشکوک است. هشدار عراقیان: اراده رژیمی است که در ایران نشسته است. اظهارات عیاد علاوی: در مذاکرات با مسعود بارزانی پیرامون دور سوم نخست وزیری نوری مالکی و دولت شراکت ملی توافق کردیم. بیانیه شورای امنیت ملل متحد: دعوت رهبران عراقی به تشکیل دولتی که در راستای منافع همه مردم عراق باشد. تن دادن رژیم به یک توافق 5 ماده‌ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی. آژانس اعلام کرد رژیم ایران قبول کرده 5 اقدام عملی جدید را تا 25 اوت به اجرا بگذارد. خبرگزاری فرانسه: این اقدامات شامل 2 گام مرتبط با تلاش‌ها برای طراحی یک بمب اتمی است. نظام آخوندی در تله اتمی: مرحله تازه‌ای از جنگ گرگ‌ها بر سر زهر مذاکرات. باند رفسنجانی روحانی: پس از پایان جنگ نطنز مخفیانه ساخته شد. در سال 81 مجاهدین نطنز را افشا کردند و مشکل از همانجا آغاز شد. باید نظام را از چاه اتمی خارج کنیم. اعلام 5 خط قرمز خامنه‌ای از زبان نماینده ولی فقیه ارتجاء در کیهان: تیم مذاکره کننده با نسخه‌ای که در آن خطوط قرمز به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. در ژنو کلاه سرشان رفته بود. ادامه اعتصاب طلافروشان تبریز و حرکت‌های اعتراضی کارگران و معلمان و کشاورزان در تهران، مهاباد، مریوان، شهرکرد، نهاوند و همدان. فراخوان گزارشگران سازمان ملل برای ممانعت از اعدام 2 زندانی سیاسی از هموطنان عرب. و درگیری‌های شدید در سوریه: تسلط رژیم اسد بر منطقه زندان در شمال حلب. پیشروی رزمندگان در جبهه اطلاعات نیروی هوایی و منطقه جمعیت الزهرا در حلب. ضربات سنگین بر نظامیان اسد در استان درعا. رسمی قطعنامه فوری پارلمان انگلستان درباره تضمین حفاظت مجاهدان اشرفی در لیبرتی پس از حمایت 100 نماینده از تمامی احزاب. فراخوان قطعنامه پارلمانی به دولت بریتانیا برای استفاده از نفوذ خود به عنوان عضو دائمی شورای امنیت برای تأمین امنیت و رفاه ساکنان لیبرتی تا فرجام نهایی. پارلمان خاطرنشان می کند ساکنان کمپ لیبرتی
افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و افراد مورد نگرانی بین المللی هستند. پارلمان انگلستان، مجلس عوام، با ثبت رسمی یک قطعنامه اضطراری به شماره EDM 1163 دولت بریتانیا را فرا خواند که با استفاده از نفوذ و اختیارات خود به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد برای تضمین حفاظت مجاهدان لیبرتی در برابر توطئه‌ها و اقدامات غیرقانونی رژیم آخوندی به اقدامات عاجل مبادرت کند. این قطعنامه که تاکنون توسط بیش از 100 نماینده مجلس عوام از کلیه احزاب انگلستان حمایت و امضا شده، در وبسایت رسمی پارلمان به ثبت رسیده و حمایت نمایندگان از آن همچنان ادامه دارد. در این قطعنامه پارلمانی که توسط آلن میل، نماینده برجسته و ارشد مجلس انگلستان از حزب کارگر، به همراه برایان بیلی از حزب حاکم محافظه‌کار و شمار دیگری از نمایندگان مجلس عوام ارائه شده، با محکوم کردن اظهارات رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری رژیم ایران و درخواست استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، خاطر نشان می کند ساکنان کمپ لیبرتی، افراد حفاظت شده، مورد نگرانی بین المللی تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند که هر گونه تلاش برای برگرداندن آنها به کشوری که در آن با شکنجه و اعدام مواجه می شوند مطلقاً غیرقانونی و نقض فاحش اصل نان رفولمان است. پارلمان انگلستان به دولت بریتانیا فراخوان می دهد از نفوذ خود به عنوان عضو دائم شورای امنیت ملل متحد استفاده نماید تا امنیت و رفاه ساکنان لیبرتی تا هر زمان که راه حل صلح‌آمیزی به دست آید را تأمین کند. اسماعیل غازی، نماینده پارلمان عراق، محکومیت محاصره ضد انسانی علیه اشرفی ها در لیبرتی. اسماعیل غازی، نماینده پارلمان عراق، محاصره اعمال شده بر لیبرتی را که منجر به درگذشت تعدادی از ساکنان به علت کمبود رسیدگی های پزشکی شده است، محکوم کرد. به گزارش النهار، اسماعیل غازی گفت: چرا بر این افراد بدون سلاح که پناهنده محسوب می شوند محاصره اعمال می شود؟ از آنجا که ساکنان کمپ لیبرتی پناهنده هستند، بدون شک این امر بر همه طرف ها حکم می کند که با آنها برخورد انسانی داشته باشند. در شرایطی که مردم ما در الانبار و در شهر فلوجه با قتل، کوچ دادن، نابودی باغها و مایملک و سایر اقدامات از این نوع مواجهند، موضوع ساکنان لیبرتی نیز یکی از مسائل انسانی روبه وخامت در عراق است. اسماعیل غازی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک همه این رفتارهای غیر انسانی به پایان برسد، این مشکلات حل شود و عراق به کشور صلح و امنیت تبدیل شود. ادامه اعتصاب طلافروشان تبریز علیه اخاذی مالیاتی. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری در تهران، مهاباد، مریوان و شهر کرد. اعتراض معلمان نهاوند. حرکت اعتراضی کشاورزان در همدان. 11 روز اعتصاب قضای زندانی سیاسی حسن جوانی در زندان بندرعباس. امروز پنجشنبه اول خرداد 93 اعتصاب طلافروشان تبریز همچنان ادامه دارد.
طلافروشان تبریز از روز شنبه 27 اردیبهشت در اعتراض به اخاذی مالیاتی و عوارض گمرکی دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در شهرهای اصفهان، ارومیه و نجف آباد نیز طلافروشان اعتصاب کردند. اعتصاب کارگران پتروشیمی مهاباد همچنان ادامه دارد. این کارگران در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده از روز چهارشنبه 24 اردیبهشت دست به اعتصاب زدند. جمعی از هموطنان مریوان در استان کردستان عصر روز دوشنبه 29 اردیبهشت در اعتراض به بیکفایتی شهرداری و فرمانداری رژیم در این شهر و عبور کامیون‌های تانکردار از داخل شهر تجمع کردند و جلوی عبور این کامیون‌ها را گرفتند. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی وارد شده و تلاش کردند مردم را متفرق کنند، اما موفق نشدند. کارکنان قراردادی سازمان صنعت و معدن و تجارت در تهران در اعتراض به تمدید نشدن قراردادشان روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و خواستار روشن شدن وضعیت شغلی خود شدند. معلمان نهاوند به کسری مبلغ 23 هزار تومان از فیش حقوق خود به بهانه بیمه توسط رژیم غارتگر آخوندی اعتراض کردند. آنها با حضور در اداره تعاون و آموزش و پرورش رژیم در این شهر خواهان برگرداندن این مبلغ شدند. جمعی از کشاورزان کبوتراهنگ همدان در مقابل اداره آب رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان به ممانعت رژیم آخوندی از حفر چاه آب کشاورزی اعتراض داشتند. مدافعان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه 31 اردیبهشت در اعتراض به احداث تونل انتقال آب سبزکوه در مقابل سازمان محیط زیست در شهر کرد تجمع کردند. تجمع کنندگان اعلام کردند احداث تونل سبزکوه باعث خشک شدن چاه‌های شهرستان اردل و کوهرنگ و بیکاری 40,000 نفر خواهد شد. زندانی سیاسی حسن جوانی از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین امروز پنج شنبه 11 روز اعتصاب قضای خود را در زندان بندرعباس آغاز کرد. وی در اعتراض به انتقالش از بند 1 به بند 2 زندان مرکزی بندرعباس دست به اعتصاب قضا زده است. اکثر زندانیان بند 2 معتادین به مواد مخدر و زندانیان جنایی هستند. نظام آخوندی در تله اتمی، مرحله تازه‌ای از جنگ گرگ‌ها بر سر زهر مذاکرات، اذعان به پنهانکاری اتمی، خسارات کلان ضد میهنی و غیظ و سوزش از روشنگری‌های مجاهدین. باند رفسنجانی روحانی. پس از پایان جنگ، نطنز مخفیانه ساخته شد. در سال 81 سازمان مجاهدین خلق نطنز را لو داد و مشکل از همانجا آغاز شد. نظام به این نتیجه رسیده که باید به صورت آبرومندانه ای از چاه هسته‌ای نجات یابد. در شرایطی که مذاکرات مرحله نهایی توافقنامه زهرآلود ژنو دچار ناکامی است، جنگ گرگ‌ها بر سر زهر اتمی و پیامدهای آن برای سرنوشت نظام بحرانزده آخوندها به مرحله تازه‌ای وارد شده است. از یک سو باند خامنه‌ای از ناکامی مذاکرات ابراز خوشحالی می‌کند، مرز سرخ‌های خامنه‌ای برای هیئت مذاکره کننده را برجسته می‌سازد، حسن روحانی و جواد ظریف را به خاطر تصریح و تأکید بر به نتیجه رسیدن قطعی مذاکرات به باد حمله می‌گیرد
و سوی دیگر باند رفسنجانی روحانی و بسیاری از ریزشی های باند ولی فقیه ارتجا هر روز ابعاد جدیدی از خسارات کلان پروژه اتمی مخفی رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی را برملا می کنند و با تلویح و تصریح ولی فقیه ارتجا و سیاست بیدنده و ترمز اتمی را به باد حمله می گیرند و تأکید می کنند که برای نجات رژیم از چاه اتمی چاره‌ای جز تن دادن به توافقنامه ژنو و سرکشیدن جام زهر اتمی مانند جام زهر جنگ وجود ندارد. رسانه‌های حکومتی روز 30 اردیبهشت اظهارات یکی از مهره‌های باند رفسنجانی روحانی را پیرامون بحران گریبانگیر آخوندها و سوز و گداز از افشاگری‌های مجاهدین خلق ایران که طناب دار اتمی را به گردن دیکتاتوری آخوندی انداخت منتشر کردند و نوشتند: پس از پایان جنگ هاشمی مسئله بازسازی نیروگاه بوشهر را مطرح کرد و نطنز مخفیانه ساخته شد، زیرا این گونه تلقی می شد که اگر ساخت آن اطلاع داده شود جامعه جهانی با آن مخالفت می کند. از سوی آژانس هم معتقد بود که نظام به دلیل استفاده نظامی از نطنز ساخت آن را اطلاع رسانی نکرده است. یکی از دلایل تردید جدی غرب به نظام همین فعالیت مخفیانه بود. در سال 81 نیز سازمان مجاهدین خلق نطنز را لو داد و خاتمی هم در 22 بهمن 81 خبر فعالیت نطنز را رسما اعلام کرد و در واقع مشکل از همانجا آغاز شد. از همان دوره بیان شده که انرژی هسته‌ای از نان شب واجب‌تر است و غرب قادر نیست مانع دستیابی ما به انرژی هسته‌ای شود. ولی بیان پیشرفت علمی در نطنز همانقدر خنده آور است که ما بگوییم در ایران خودرو مرزهای دانش را در می نبردیم. فعالیت هسته‌ای منجر به توسعه اقتصادی کشور نشده است. اما چرا وقتی فناوری هسته‌ای نتوانسته توسعه را به دنبال داشته باشد غرب با آن مخالفت می کند؟ پاسخ این پرسش این است که هر کشوری بتواند اورانیوم را 3% غنی کند میتواند آن را تا 90% که برای تولید سلاح هسته‌ای نیاز است غنی کند. غرب میگوید نظام موشک‌های زلزال خود را به حزب الله داده، پس چرا فناوری هسته‌ای را به آنها ندهد؟ اکنون غرب به ما اعتماد ندارد، ولی برای اولین بار حاضر شده به ما اعتماد کند. البته که آنها مثل عقاب بر ما نظارت دارند و ما نیز باید برای اعتمادسازی اجازه بازرسی و نظارت سرزده را بدهیم. غرب صحبت از بازده زمانی 15 یا 20 ساله دارند و ما دنبال بازده زمانی 5 ساله برای رفع تحریم ها هستیم، که البته این اختلاف ها قابل حل است، زیرا نظام به این نتیجه رسیده که باید به صورت آبرومندانه از چاه هسته‌ای نجات یابد. کیهان خامنه‌ای: خوشبختانه مذاکرات وین 4 بی نتیجه مانده است. نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته‌ای نظام، بلکه تضعیف موقعیت نظام با دو هدف پلکانی تعریف شده بود: ابتدا تغییر رفتار و سپس تغییر ساختار نظام. توافقنامه ژنو مجموعه از امتیازاتی بود که با گشاده دستی به حریف دادیم و وعده های نسیه که به ما داده شد. نماینده ولی فقیه ارتجا در کیهان آخوندی با ابراز خوشحالی از بی نتیجه ماندن مذاکرات وین 4 بین رژیم آخوندی و گروه 5 به علاوه 1 نوشت: معلوم شد مذاکرات 3 روزه نظام و 5 به علاوه 1 در وین خوشبختانه بی نتیجه مانده است. شاید تصور شود استفاده از قید خوشبختانه برای اعلام شکست و بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای وین 4 نامتعارف و بدبینانه است، ولی این واقعیت قابل تردید نیست که مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته و نوشته این هرگز به نتیجه مطلوب نمی رسد، اگرچه این مذاکرات دستاوردهای غیر هسته‌ای دیگری دارد که ادامه آن را توجیه می کند. اکثر مسئولان کشور
با خوشبینی به مذاکرات می نگریستند تا آنجا که کلید حل بسیاری از مشکلات را در آن می دیدند. طیف یاد شده با این توهم که آمریکا و متحدانش نسبت به فعالیت هسته‌ای نظام تردید دارند، برای جلب اعتماد حریف دست به تلاش گسترده‌ای زدند که در برخی از موارد با وادادگی نیز همراه بود. آمریکا و متحدانش به فعالیت هسته‌ای نظام و چالش پدید آمده در این میان با عنوان یک گروگان می‌نگریستند و این چالش را اهرم مناسبی برای مقابله با موجودیت نظام تلقی کرده و می‌کنند. مذاکرات در تمامی مراحل و موارد آن از اجلاس اکتبر 2003 تهران 29 مهر ماه 1382 گرفته تا نشست اخیر وین 4 نمیتوانست و نمیتواند به نتیجه برسد، چرا که نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته‌ای نظام بلکه تضعیف موقعیت نظام با دو هدف پلکانی تعریف شده بود: ابتدا تغییر رفتار و سپس تغییر ساختار نظام. توافقنامه ژنو به خلاف ادعای اولیه تیم مذاکره کننده هسته‌ای و اظهارات جناب روحانی که آن را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابل نظام معرفی کرده بودند، مجموعه ای از امتیازاتی بود که متاسفانه با گشاده دستی آمیخته به وادادگی به حریف داده بودیم و وعده‌های نسیه‌ای که با هزار شرط و شروط و اما و اگر فقط قول آن را داده بودند. حریف اما با این توهم که مطابق توافق نامه ژنو از یک سو چالش را حداقل تا 25 سال دیگر و به نوشته نیویورک تایمز دست کم تا 50 سال دیگر کش خواهد داد. به یقین تیم محترم هسته‌ای کشورمان باید از این که با تدبیر یاد شده حریف را ناکام گذاشته است خوشنود باشد. اعلام خطوط قرمز خامنه‌ای از زبان نماینده ولی فقیه ارتجاع در کیهان. تیم مذاکره کننده هسته‌ای با نسخه‌ای که در آن خطوط قرمز و غیر قابل انعطاف نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. پاسدار حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در همین نوشته خود در کیهان 28 اردیبهشت 93 با طرح این سوال که چرا مذاکرات وین 4 بی نتیجه مانده، از جلسه که خامنه‌ای طی آن 5 خط قرمز مشخص را به تیم مذاکره کننده دیکته کرده بود پرده بر می دارد و می نویسد: حالا نوبت پاسخ به این پرسش است که چرا مذاکرات وین 4 بی نتیجه مانده، با شکست روبرو شد و چرا نگارنده از این شکست با واژه خوشبختانه یاد می کند. بعد از توافقنامه تحمیلی ژنو و برملا شدن ابعاد تخریبی آن که نه فقط علیه برنامه هسته‌ای کشورمان بلکه علیه اقتدار نظام اسلامی ایران تدارک دیده بودند، تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نسخه‌ای که در آن خطوط قرمز و غیر قابل انعطاف نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. بر اساس این خطوط قرمز تحقیق و توسعه غیر قابل مذاکره بود. بر لغو تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا و نه تدریجی در توافق نهایی تأکید شده بود. درباره ظرفیت غنی‌سازی ایران نیاز کشورمان و نه نظر حریف ملاک و معیار بود. حفظ ماهیت راکتور آب سنگین عراق مورد تأکید قرار گرفته بود. ورود حریف به عرصه دفاعی و نظامی ایران ممنوع اعلام شده بود. نسخه یاد شده دشمن را که هرگز انتظار روبرو شدن با آن را نداشت ابتدا حیرت زده و سپس عصبانی کرد تا آنجا که در مواردی کار به مشاجره لفظی کشید و مذاکرات وین 4 که می توانست به شدت آسیب رسان باشد با شکست روبرو شد و تلاش همه جانبه و چند ماهه اخیر حریف خوشبختانه بی نتیجه ماند. یک مهره خامنه‌ای در مجلس ارتجاع. جیب مردم را آنهایی زدند که 3 سال به انگلستان پناهنده شدند. آخوند حمید رسایی عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای در پاسخ به اظهارات آخوند روحانی که گفته بود باند غالب
زیر لوای شعارهای توخالی جیب مردم را زده است. آخوند روحانی و رشوه‌خواری پسر رفسنجانی را به باد حمله گرفت و طی سخنانی در مجلس رژیم گفت: آقای ظریف، ما مانند آقای روحانی نمیگوییم که عده‌ای به نام ایستادگی در برابر ابرقدرت‌ها جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند. آقای روحانی، آیا ایستادگی این بار دولت و تیم مذاکره کننده در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب برای زدن جیب مردم است؟ این چه نوع سخن گفتن است؟ آقای روحانی، جیب مردم را آنها زدند که نه تنها ایستادگی نکردند، بلکه 3 سال به انگلیس پناهنده شدند و در پرونده های مانند کرسنت و استادویل داشتند و در مکالمات تلفنیشان با یک ضد انقلاب اقرار می کنند که با بابا تقسیم کار کردند تا به نظام فشار بیاورند. توقع از آقای محسنی امروز این بود تا در خصوص این پرونده آقازاده سخن بگوید و تکلیف را مشخص کند. مردم منتظر آنند. با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، توجهتان را به اخبار از تحولات عراق جلب می‌کنیم. به گزارش تلویزیون التغییر، رافع رفاعی مفتی دیار عراق در یک پیام تلویزیونی درباره نتایج انتخابات عراق از جمله گفت: در عراق صدها نفر توسط شبه نظامیان وابسته به دولت ربوده شدند، برخی به قتل می‌رسند و در مسیرها انداخته می‌شوند و از برخی پول می‌گیرند و برخی بعد از گرفتن پول باز هم به قتل میرسند، نه به خاطر گناهی که کردند، بلکه این خواست و اراده رژیمی است که در ایران نشسته و اهدافش را یک دولت ظالم به اجرا در می آورد. در این شرایط ظالمانه انتخابات اجرا شد. ما از ابتدا می دانستیم و طی پیام های پی در پی تصریح کردیم که این انتخابات نمی تواند راه حلی برای مشکلات ما باشد. این انتخابات با تقلبی برگزار شد که در تاریخ نمونه نداشته است. در ادامه پیام شیخ رافع رفاعی آمده است: ما می‌دانیم که اراده مشخصی بین اکثر فراکسیون‌ها در ندادن فرصت به مالکی برای دور سوم نخست وزیری وجود دارد و همه در تبلیغات انتخاباتی خود بر آن تاکید کرده بودند. لذا از همه می‌خواهیم که در مقابل خدا به قول‌هایی که به مردم داده اند وفا کنند و نگذارند ظالم بار دیگر برگردن مردم سوار شود. شیخ رافع رفاعی در پیام تلویزیونی خود ادامه داد: هر تجمعی که با صراحت ندادن فرصت دور سوم نخست وزیری به مالکی در آن اعلام نشود، یک تجمع مشکوک محسوب می شود و هر کسی که با دادن دور سوم نخست وزیری به مالکی موافق است که یک فاجعه به حساب می آید، او نیز در ریختن خون عراقیان و از بین بردن شرف عراقیان شریک است. عیاد علاوی رهبر فراکسیون الوطنیه بعد از دیدار با بارزانی رئیس اقلیم کردستان در البیل گفت: طرفین حول مواردی از مسائل سیاسی که مربوط به تشکیل دولت آینده است توافق کردند. وی گفت: ما درباره مسائل مختلفی از جمله دور سوم نخست وزیری و دولت شراکت ملی و آشتی ملی صحبت کردیم. درباره موانعی که در این مسیر خواهد بود و چگونگی عبور از آن نیز بحث کردیم. بعداً جمیلی نماینده پارلمان از ائتلاف متحدون گفت: نیروهای فرقه گرایی که با دستوران رژیم ایران کار می‌کنند، نمایندگان اهل سنت در بغداد برای پارلمان آینده را کاهش دادند. و یفسود غرق کردن خانه‌های مردم که توسط این نیروها انجام شد، هدفش این بود که اهالی منطقه کمربندی بغداد در انتخابات شرکت نکنند. به گزارش تلویزیون التغییر، دکتر شیخ عبدالرزاق رحیم مسئول روابط عمومی جنبش مردمی عراق درباره نتایج انتخابات گفت: این انتخابات نبود، بلکه نمایشنامه رأی‌گیری برای نخست وزیری مالکی بود. مردم عراق هم از شیعه و سنی و کرد متفق القولند که نباید مالکی برای بار سوم روی کار بیاید. و ادامه داد: ما نتایج انتخابات و دور سوم مالکی را قبول نداریم. این انتخابات راه را برای پروژه توسعه طلبانه رژیم ایران هموار کرد. یکی از سران رژیم ایران چندی پیش گفت: مرز اقلیمی ایران الان در مرز مدیترانه است و در ثانی این انتخابات راه را برای دیکتاتور جدید عراق باز می کند.
تلویزیون الجزیره با پخش فیلمی که بر روی اینترنت منتشر شده گزارش داد شبه نظامیان وابسته به مالکی موسوم به اصائب اقدام به تخریب پل‌های عابر پیاده در منطقه ابوغریب در غرب بغداد می‌کنند. در این فیلم دو شبه نظامی نشان داده می‌شود که فعالان می‌گویند از اصائب هستند. به گزارش تلویزیون رافده، نیروهای مشترکی از ارتش و پلیس وابسته به مالکی و شبه نظامیان سواد اقدام به آتش زدن کشتارهای وسیع و خانه‌ها و خودروهای متعلق به تعدادی از شهروندان در دیالی کردند. علاوه بر این، یکی از مساجد در بخش سده و وابسته به خالص در استان دیالی را نیز منفجر کردند. به گزارش رافده، این اعمال توسط مالکی و طریق نظامیان او در راستای تغییر ترکیب جمعیتی این منطقه است که مطابق طرح و برنامه هدفدار رژیم ایران برای تجزیه عراق و از هم گسستن وحدت آن است. به ادامه خبرها توجه فرمایید. رژیم آخوندی در یک توافق 5 ماده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گام‌های دیگری در مسیر عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای خود برداشت. اما کارشناسان هشدار می‌دهند تا وقتی رژیم ایران اقدامات را عملی نکند، کشورهای غربی به آن اعتماد نخواهند کرد. آژانس گفت که رژیم ایران قبول کرده 5 اقدام عملی جدید را تا 25 اوت به اجرا بگذارد. موارد مورد توافق رژیم با آژانس شامل دسترسی به کارگاه‌های تولید، مونتاژ و انبار روتورهای سانتریفیوژ و اجازه کنترل بیشتر بر راکتور 40 مگاواتی عراق می شود. رژیم همچنین با بازدید فنی از یکی از مراکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژها، بررسی گزارش‌های مربوط به مدل‌سازی و محاسبات نوترونی و تبادل اطلاعات با آژانس در مورد آغازگرهای انفجاری بزرگ موافقت کرد. خبرگزاری فرانسه در همین زمینه گزارش داد این اقدامات شامل 2 گام مرتبط با آن چیزی است که آژانس آن را ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای رژیم ایران می‌نامد، یا به بیان دیگر تلاش‌ها برای طراحی یک بمب اتمی. خبرگزاری رویتر نیز گزارش داد پایتخت‌های غربی که نسبت به ناکامی‌های قبلی بر سر همکاری رژیم ایران با آژانس آگاهند، به احتمال زیاد تا وقتی این رژیم گام‌های توافق شده و اقدامات دیگری را به طور کامل به اجرا نگذارد، تا اتهامات بر سر فعالیت‌های ممنوعه اتمی مزنون را روشن سازد، بدبین باقی خواهند ماند. آژانس اطلاعاتی را که رژیم ایران ارائه می‌دهد، آزمایشی از آمادگی این رژیم به همکاری بر سر تحقیقات درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای آن محسوب خواهد کرد. رویتر افزود آژانس گفت که بر سر 7 موضوع دیگر که رژیم ایران باید تا 15 می به اجرا می‌گذاشت، پیشرفت خوبی صورت گرفته. اما روشن نساخت که آیا از توضیح رژیم ایران درباره حساس‌ترین این اقدامات، یعنی در اختیار داشتن چاشنی‌ها، راضی است یا خیر. چاشنی‌هایی که می‌توانند برای یک دستگاه انفجار هسته‌ای به کار بروند. المانیتور گزارش داد متخصصان منع تکثیر هشدار دادند اگر رژیم ایران انتظاراتش را نسبت به ابعاد برنامه غنی‌سازی‌اش کاهش ندهد، غرب و این رژیم قادر نخواهند بود بر سر موضوع هسته‌ای به یک توافق نهایی برسند. رابرت انهولد، مشاور ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در زمینه منع تکثیر و کنترل تسلیحاتی، گفت به نظرم رژیم ایران واقعا خواهان یک توافق است، ولی شاید درک نمی‌کند که اگر حاضر نباشد توان غنی‌سازی مجاز برای خود را کاهش بدهد، به توافق دست نخواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویتر، واردات نفت خام چین از رژیم ایران در ماه آوریل به بیش از 2 برابر سال قبل افزایش یافت و به رکورد جدید 800 هزار بشکه در روز رسید. به این ترتیب صادرات ماهانه نفت رژیم ایران در آسیا بار دیگر از حد مجاز در توافق برای کاهش تحریم‌ها فراتر رفت. بنا به این گزارش، در ماه آوریل هند تقریبا هر روز 225 هزار بشکه نفت خام از رژیم ایران وارد کرده و کره جنوبی هم روزانه 135 هزار بشکه وارد کرده است. طبق توافق ژنو قرار بر این است که طی مدت 6 ماهه تا 30 تیر صادرات نفت رژیم ایران به طور میانگین 1 میلیون بشکه در روز باشد. اما به گفته رویتر، حجم خرید کشورهای آسیایی از رژیم از ماه نوامبر تا کنون بیش از این میزان بوده است.
4 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از رژیم ایران خواستار توقف اعدام قریب الوقوع 2 زندانی سیاسی از هموطنان عرب خوزستانی شدند. این 2 زندانی خالد موسا و علی جبیشات نام دارند. احمد شهید گزارشگر ملل متحد در امور ایران، کریستوف هینز گزارشگر ملل متحد در امور اعدام‌ها، ریتا ایزاکس گزارشگر ملل متحد در امور حقوق اقلیت‌ها و گابریل نوال گزارشگر ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا گفتند محاکمه این 2 زندانی اساساً ناقض حقوق بشر بوده و هر 2 در زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. گزارشگران ملل متحد اعلام کردند قبل از هر چیز مقام‌های رژیم ایران باید این اعدام‌ها را متوقف کنند. آنها باید همچنین هر گونه اقدام تلافی جویانه علیه اعضای خانواده‌شان را به خاطر صحبت با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متوقف سازند. دولت آمریکا رژیم ایران را با آزاد کردن کشیش زندانی سعید عابدینی فراخواند. برنادت نیهان سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت ما از گزارش‌ها درباره انتقال سعید عابدینی از یک بیمارستان خصوصی به زندان رجای شهر مطلعیم. ما همچنان نسبت به وضعیت سلامتی عابدینی نگرانیم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز نسبت به سلامتی کشیش زندانی سعید عابدینی ابراز نگرانی کرد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. آخوند روحانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در چین در پاسخ به سوال خبرنگار رویتر که نتیجه مذاکرات را ناچیز و ضعیف توصیف کرد، آن را به نفع 2 طرف خواند. Dustman and is time running out. Also is Iran's position losing strength with regard to the other powers as you rush to get sanctions lifted. Thank you very much. آقای رئیس جمهور، خبرنگار رویتر هست، میپرسن که در گزارش ها بود که 10 دستاوردها و نتیجه بسیار کم و ناچیزی در مذاکرات اخیر 5+1 به دست آمد. آیا زمان داره به پایان میرسه؟ تنگی زمان وجود داره در این زمینه؟ آیا ایران در یک وضعیت ضعیفتر و موضع ضعیفتری در مقابل قدرت های جهانی واقع شده در این دور مذاکرات؟ یا آیا اینکه ایران عجله داره که تحریم ها رو هرچه زودتر لغو کنه و رفع کنه؟ ما هیچ عجله‌ای نداریم، نه در مذاکره عجله داریم نه در رسیدن به توافق نهایی عجله داریم، اما در این حال معتقدیم که توافق به نفع 2 طرف هست. ما که از اول اعلام کردیم توافق ما در مسیر برد برد خواهد بود. حالا اگر 2 نفر با هم میخوان در یک زمینه توافق بکنن که به نفع هر 2 هست. خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت برگ دیگری از بدقولی غربی ها در اجرای تعهدهای توافق هسته‌ای ژنو در واریز ششمین قسط ورق خورده است، به طوری که با گذشت 7 روز از موعد تعیین شده در توافق تاکنون هیچ خبری از دریافت این مبلغ منتشر نشده است. با نگاهی به واریز اقصاد 8 گانه که گروه 5+1 ما به ازای اجرای گام به گام تعهدهای نظام برای خود مقرر کرده بود، نشان می‌دهد که طرف غربی هیچ اجباری برای عمل به تعهدهایش قائل نیست. پاسدار کوثری عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نیز در جمع مزدوران رژیم در قم به این موضوع اعتراف کرد و گفت در مذاکرات قرار شد که 4.2 میلیارد دلار از پول خود ما به ما داده شود و از طرف دیگر سوخت 20% را اکسیده کردیم، اما هنوز 1 دلار از این پول به ما داده نشده است و بنزین به هواپیماهای ما داده نمی شود و قطعات هواپیما نیز نمی دهند. یک عضو مجلس ارتجاع در مورد نگرانی رژیم از مذاکرات اتمی گفت طیف افراطی گروه 5+1 به دنبال 3 هدف اصلی بودند. اول تبدیل کردن حق هسته نظام به یک حق نمادین و بردن توان مستقل و مؤثر فناوری و تولید هسته‌ای که این امر مخالف قانون مصوب مجلس است. قانون الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای اجازه امضای چنین توافقی را نمی‌دهد. دوم، طرف مقابل هنوز حاضر نشده است
که زمانبندی پایان تحریم‌های اقتصادی نظام را بپذیرد. آنها می‌خواهند تحریم به یک چماق ثابت در رابطه با نظام تبدیل شود و سرانجام اینکه جناح افراطی پنجه به علاوه یک به دنبال تحمیل بازرسی‌های اضافه بر اختیارات آژانس هسته‌ای به نظام هستند. آخوند لاریجانی سردشخیم رژیم در جلسه شورای عالی قضایی دیکتاتوری آخوندی وحشت رژیم از اینترنت و ارتباطات اینترنتی را برملا کرد و گفت همونطور که بحث وجود اینترنت و موبایل و خطوط ارتباطی یه فرصت بسیار مهم برای محققین ما پدید میاره، برای کاربران ما پدید میاره، به همین مقدار هم برای دشمن فرصت ایجاد میکنه. دشمن امانی برای اینکه به منزل ما وارد بشه باید از خطوط مرزی ما میگذشت، بعد از خطوط استانی میگذشت، بعد از خطوط شهری میگذشت، بعد به درب خانه میآمد، باید داخل خانه میشد، اما حالا با یک ضربه در پستوی خانه های ما ورود پیدا میکنه. ما چطور بی دغدغه باشیم برای یه همچین فرصت عظیمی هم که برای دشمن پدید آمده؟ آخوند محسن اژه‌ای داستان جنایتکار کل رژیم در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس ارتجاع به غارت و چپاول در بالاترین مقام های رژیم اعتراف کرد و گفت بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی، در بانک ها، در بعضی از بخش های مربوط به نهاد ریاست جمهوری، از مجلس، از بعضی از کسانی که قبلا با خود قوه قضاییه کار میکردن و در رده های بالای از قوه قضاییه خدمت میکردن، در حد معاون رئیس قوه، در حد رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه، تعدادی از نمایندگان مجلس، همه اینها تحت تعقیب قرار گرفتند. بهرام بیرانوند عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود در مجلس رژیم قوه قضاییه آخوندها را به دلیل سازش با مفسدان اقتصادی به خصوص به سر رفسنجانی مورد حمله قرار داد و گفت امروز آقای اژه‌ای تشریف آوردن، ممنون زحمت ایشونیم. یک پرونده رو هم شکافتند، اما نگرانی ما پابرجاست. نگرانی ما از عملکرد مجرمینی است که حریم امن دارند، اتو کشیده های فرصت طلبی که نقاط حساس را شناسایی و مصادره کردند. مثلا بزرگزاده اند، صاحب منصب اند یا چسبیده و آویزان به بزرگی یا صاحب منصبی. تشدید فقر و تبعیض موجود، نتیجه زیاد خواهی آنان است. در این مسیر ملت نظارگر قوه قضایی است. آقایان گردن بزرگترین یقه سفید متخلف در قراردادهای نفتی و گازی را یوق قانون بزنید تا دیگر مفسدان اقتصادی و سیاسی حساب کار دستشان بیاید. آخوند کعبی عضو خبرگان ارتجاع در مورد تضعیف موقعیت خامنه‌ای در درون رژیم گفت قوه مقننه، قضاییه و تمام ارگان‌ها تحت اشراف مستقیم ولایت فقیه است و این اشتباه است که فکر کنیم رهبری فقط در حد نطق و دستوری یا در حد نصیحت وارد می‌شود. هر حقوقدانی باید بداند گفتمان سازی در مقابل گفتمان رهبری تخلف محسوب می‌شود و باید با فرط خاطی برخورد جدی شود. وزیر کشور رژیم آخوندی فاش کرد در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه مصرف مواد مخدر روزانه به بیش از 1.5 تن رسیده است. وی در نشستی در حضور جمعی از ایادی رژیم گفت حداقل 1,325,000 معتاد در کشور وجود دارند که با در نظر گرفتن افراد خانواده فرد معتاد 5.5 میلیون نفر در کشور ما درگیر معضلات ناشی از اعتیاد هستند. وی بدون اشاره به نقش سپاه پاسداران و کارگزاران رژیم در قاچاق مواد مخدر گفت در ایران قاچاق مواد مخدر سالانه 4 میلیارد دلار سود عاید قاچاقچیان می کند. Yeah,
خبرهای تحولات قیام مردم سوریه. به گزارش تلویزیون الجزیره، نبردها در حلب در بیش از 30 جبهه ادامه دارد. از یک سو نظامیان اسد بر منطقه زندان در شمال حلب تسلط پیدا کردند و از سوی دیگر گردانهای اپوزیسیون سوریه در جبهه اطلاعات نیروی هوایی و جمعیت الزهرا به پیشروی خود ادامه دادند. رزمندگان سوری موفق شدند ساختمان اداره دارایی در این شهر و مسجد رسول اعظم و مناطق زیادی از منطقه جمعیت الزهرا را به کنترل خود درآورند. این منطقه خط مقدم دفاعی اطلاعات نیروی هوایی به شمار می‌رود. در استان درعا نیز رزمندگان ارتش آزادی یک تانک و یک نفربر نظامیان اسد را در اطراف شهر نوا منهدم کردند. آنها در لازقیه نیز مراکز نظامیان بشار اسد را با موشک و خمپاره هدف قرار دادند. در شهرک ملیحه واقع در حومه دمشق یک هواپیمای شناسایی رژیم اسد به دست رزمندگان سوری سرنگون شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از شورای امنیت خواست به مسئولیت خود در برابر تاریخ و جامعه جهانی عمل کنند و طرح فرانسه برای ارجاع پرونده جنایات در سوریه به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی را تصویب کنند. فابیوس تصویب این طرح را یک ضرورت اخلاقی و سیاسی برای مقابله با فرار از جنایات توصیف کرد. طرح فرانسه امروز پنجشنبه در شورای امنیت به رأی گذاشته شد و با وتوی روسیه و چین روبرو گردید. دولت آمریکا وتوی روسیه و چین را محکوم کرد. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه در مصاحبه با شرق الاوسط گفت در هفته آینده موضوع کمک نظامی به اپوزیسیون سوریه و مسلح کردن آن به سلاح‌های ویژه عملی خواهد شد. جربا افزود کشورهای خلیج فارس هم خواهان یک اجلاس ویژه اتحادیه عرب شدند تا کرسی سوریه را به ائتلاف ملی سوریه واگذار کنند. به گزارش تلویزیون العربیه، سرلشکر خلیفه افتر، فرمانده سابق نیروی زمینی لیبی و فرمانده عملیات کرامت علیه شبه نظامیان در لیبی، روز پنجشنبه 22 می 2014 از شورای عالی قضایی کشورش خواست شورای غیر نظامی برای دوره انتقالی جدید تشکیل بدهد. وی با خواندن بیانیه اعلام کرد انقلاب علیه معمر قذافی برای تحقق امنیت و ثبات در این کشور آغاز شده بود، ولی در حال حاضر پارلمان لیبی در این مأموریت شکست خورده و لیبی به کشور حمایت کننده تروریسم تبدیل شده است. وی اعلام کرد هدفش از انجام این عملیات از بین بردن تروریسم در لیبی است. لازم به یادآوری است عملیات کرامت به رهبری خلیفه افتر از روز جمعه گذشته از شهر بنغازی در شرق لیبی آغاز و به ترابلوس پایتخت این کشور کشیده شده است. انگلیسی‌ها و هلندی‌ها امروز پنجشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتند. هدف از این انتخابات که طی 4 روز در سراسر 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، انتخاب 751 نماینده پارلمان اروپا است. 400 میلیون شهروند اروپایی نمایندگان این پارلمان را به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. انتخاب سایر نهادهای اروپایی از جمله کمیسیون اروپا نیز تحت تأثیر این انتخابات است. در آستانه انتخابات اوکراین، آمریکا یک ناو دیگر به این منطقه اعزام کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آمریکا یک ناو دیگر به دریای سیاه اعزام کرد تا به متحدانش نسبت به اعمال روسیه در اوکراین اطمینان بدهد. در اوکراین در آخر این هفته انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌گردد. آمریکا و متحدانش به روسیه نسبت به تشدید بحران اوکراین و تحریم‌های بیشتر هشدار دادند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که در رومانی به سر می‌برد، روز چهارشنبه گفت: غرب باید از گرفتن قیمت از روسیه قاطع عمل کند. و آخرین خبر این ساعت، شورای امنیت ملل متحد با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از اعلام نتایج انتخابات عراق، رهبران سیاسی این کشور را به اتحاد دعوت و اعلام کرد اعضای شورای امنیت بر فراخوان خود به همه نهادهای سیاسی مبنی بر همکاری با یکدیگر در یک روند فراگیر و هدف تحکیم اتحاد ملی، سیادت و منافع همه مردم عراق تاکید می‌ورزد.
بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان میرسد. تا بخش بعدی خبر، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار همگی.